سهم سه خونم نراشونه اصلا امروزم بهتون ساعت یاد بدم. روی ساعت 12 تا عدد هست با دوتا اقربه، یه کوچیک یه بلند. اون کوچیکه ساعت رو نشون میده، ولی بزرگه دقیقه نشون میده. اگه بزرگه یه شماره بره جلو، یه 5 دقیقه رفته جلو. اگه این عقرب بزرگه یه دور کامل بزنه، این عقرب کوچیکه یه دونه یه شماره رفته جلو. حالا برای ساعت خوندن چیکار میکنیم؟ اول به اون عقرب کوچیکه نگاه کنیم، بعد به اون عقرب بزرگه. الان عقرب کوچیکه مثلا روی 3 است، ولی عقرب بزرگی روی 12 است. ساعت چند میشه 3. حالا مثلا عقرب کوچیکه 7 رو داره نشون میده، عقرب بزرگه داره 12 نشون میده. ساعت چند میشه؟ 7 میشه. حالا اگه عقرب بزرگه روی 12 نباشه ساعت چطوری خونده میشه؟ مثلا این عقرب کوچیکه از 9 گذشته ولی هنوز به 10 نرسیده. عقرب بزرگه داره 2 نشون میده. یادتون میاد که بهتون قبلا گفته بودم هر کدوم از این شمارا برای عقرب بزرگه 5 دقیقه است، 2 5 تا میشه 10 تا. ساعت چند میشه؟ میشه 9 و 10 دقیقه. چرا میشه 10؟ چون که 2 5 تا میشه 10 تا. مثال بعدی. مثلا عقرب کوچیکه 11 رد کرده ولی به 12 نرسیده. عقرب بزرگه روی 7 5 تا میشه 35 تا. پس ساعت چند میشه 11 35 دقیقه. مثال بعدی. حالا این عقرب کوچیکه از 1 گذشته ولی هنوز به 2 نرسیده. عقرب بزرگی داره چی نشون میده؟ میشمریم تا اینجا 10 5 تا 50 تا 51 52 53. ساعت چند میشه 1 و 53 دقیقه. اینم از درس